درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 12 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 22 دی ماه سال 1402 خورشیدی. نخست مروری خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه امروز از واکنش حکومت به هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی و جمعه خونین زاهدان انتقاد کرد. آمریکا از حمله به بیش از 60 هدف مرتبط با حوثی‌ها در 16 مکان خبر داد. شروین حاجی پور بار دیگر توسط قوه قضاییه احضار شد. تشکل‌های صنفی فرهنگیان گذاشتن تابوت بر دوش دختران دانش آموز را محکوم کرد. دادگاه اخراج مجید ایرانمنش، دومین مقام جمهوری اسلامی از کانادا، برگزار و او خواهان خروج داوطلبانه شد. مأموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی روستای قرقشلاق در آذربایجان غربی را بازداشت کردند. آمریکا صدور حکم اعدام برای 4 زندانی سیاسی را محکوم کرد. آمریکا 3 نهاد و 1 فرد مرتبط با فروش موشک‌های کره شمالی به روسیه را تحریم کرد. بریتانیا کمک‌های نظامی به اوکراین را افزایش داده است. اسرائیل در جلسه امروز دادگاه لاهه که در آن متهم به نسل‌کشی شده، گفته است که آفریقای جنوبی حقیقت را تحریف کرده است. و آمریکا اولین صندوق قابل معامله بیت کوین را در بورس تایید کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه 22 دی ماه بار دیگر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد. وی با اشاره به سالگرد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد و گفت واقعا ضایعه بزرگ و مسئله مهمی بود. مولوی عبدالحمید در انتقاد از واکنش جمهوری اسلامی به این خطای بزرگ گفت کاش مسئولان رد بالا عذرخواهی کرده و این جنایت را محکوم می‌کردند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در ارتباط با حادثه جمعه خونین زاهدان بار دیگر از علی خامنه ای انتقاد کرد و گفت در همین مصلی زاهدان جنایتی رخ داد که 100 تن کشته و نزدیک به 300 تن معلول و نابینا و قطع نخا و مجروح شدند. انتظار این بود که بالاترین شخص مملکت این جنایت را محکوم می‌کرد و به این موضوع رسیدگی می‌کردند. به گفته او عدم رسیدگی مسئولان جمهوری اسلامی به مسائلی همچون اجرای عدالت، تأمین آزادی‌ها و اجتناب از اعترافگیری اجباری در بازداشتگاه‌ها به اعتبار مملکت ضربه زده و برای مثال موجب بی‌ارزش شدن پول ملی و مشکلات اقتصادی فراوان برای مردم شده است. مولوی عبدالحمید در ادامه گفت بنده با گفتن این حرف‌ها تحت فشار قرار می‌گیرم و ایده‌ای که جزء رفقای بنده بودند از بنده دلخور می‌شوند، اما وجدان ما را مجبور می‌کند که از حق و حقوق مردم دفاع کنیم و این را وظیفه خود می‌دانیم. او بار دیگر با تاکید بر لزوم شایسته سالاری در اداره امور کشور گفت ملت ایران اعم از شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان و قومیت‌ها نزد ما هیچ تفاوتی ندارند. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی و متحدانش بیش از 60 نقطه را در 16 مکان مورد استفاده شورشیان حوثی در یمن هدف قرار دادند. بر اساس این اعلام نقاط مورد هدف شامل هسته‌های پرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات، سیستم‌های پرتاب، تأسیسات تولید و سامانه‌های رادار دفاع هوایی بوده و در این حملات از بیش از 100 قطعه مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است. روسی‌ها می‌گویند که 5 تن از اعضای این گروه در حملات نظامی آمریکا و بریتانیا کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام این موضوع گفته است که در جریان عملیات مشترک آمریکا و بریتانیا در مجموع 73 حمله علیه این گروه انجام شده است. به این حملات را تجاوزی آشکار توصیف کرد و وعده داد که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند.
جیم تیپی وزیر نیروهای مسلح بریتانیا امروز جمعه به رادیو تایمز گفت که حملات شبانه بریتانیا و ایالات متحده علیه اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن اقدامی در دفاع از خود بوده است. او گفت که این عملیات دفاع از کشتی‌های جنگی و کشتیرانی در دریای سرخ محدود، متناسب و ضروری بوده و در حال حاضر هیچ حمله دیگری برنامه‌ریزی نشده است. همزمان معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا هم گفتند که این حملات برای تضمین آزادی دریانوردی در دریاها و حفظ تجارت جهانی بوده است. یک سخنگوی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید که حملات آمریکا و بریتانیا علیه گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران دفاعی بود و به منظور حفاظت از آزادی کشتیرانی در یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان انجام شد. چین در پی حملات نظامی مشترک آمریکا و انگلیس به اهداف حوثی‌ها در یمن با اعلام نگرانی از تشدید تنش‌ها در دریای سرخ خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین حملات آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌ها در یمن را در قاموس قوانین بین‌المللی غیر مشروع خواند و محکوم کرد. او گفت قطعنامه روز چهارشنبه شورای امنیت هیچ حقی برای انجام حملات به آمریکا و بریتانیا نداده بود. رئیس جمهوری ترکیه میگوید که آمریکا و بریتانیا در صددند تا دریای سرخ را به دریای خون تبدیل کنند و در مقابل حوثی‌های یمن هم با تمام قوا پاسخ این دو کشور را خواهند داد. رجب طیب اردوغان بعد از مراسم نماز جمعه در آنکارا حملات صورت گرفته را استفاده نامتناسب از زور توصیف کرده است. در واکنش به حملات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه اهداف وابسته به شورشی‌های حوثی در یمن روز جمعه، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که حملات خودسرانه نتیجه‌ای جز دامن زدن به ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نخواهد داشت. ناصر کنعانی مدعی شد که آمریکا و انگلیس در صدد هستند با گسترش چتر حمایتی بر سر اسرائیل توجه مردم جهان را از جنایات این رژیم جعلی، جنایتکار و متجاوز علیه مردم فلسطین منحرف کنند. محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران هم امروز جمعه در شبکه ایکس نوشت که آمریکا و انگلیس نمی توانند غزه دوم در یمن درست کنند و دست به حماقت بزرگی زدند. حزب الله لبنان متحد منطقه تهران روز جمعه در بیانیه‌ای نوشت که تجاوز آشکار آمریکا و انگلیس به یمن امنیت، حاکمیت و ملت آزاده یمن را محکوم میکنیم. گروه افراطی حماس امروز جمعه در بیانیه خود نوشت که این حملات یک اقدام تروریستی حساب نشده بوده که به خواسته و اراده اسرائیل صورت گرفته است. حماس از موضع‌گیری شجاعانه حوثی‌ها در ایستادگی در کنار ملت فلسطین تقدیر کرد. شروین حاجی پور خواننده معترض ضمن انتشار موزیک ویدیوی تازه‌ای اعلام کرد که به دلیل خواندن آهنگ برای بار دیگر توسط قوه قضاییه احضار شده است. این خواننده معترض امروز جمعه با انتشار موزیک ویدیوی جدید خود با عنوان آشغال در اینستاگرام نوشت: نمیدانم این چندمین باری است که برای احضار میشوم. نمیدانم این ترس و بلا تکلیفی تا کی ادامه دارد. شروین حاجی پور در ادامه نوشت: وقتی برای را می نوشتم برایم مهم نبود که هوای آلوده گریبان کدام ریه ها را می گیرد، یا فقر در جیب هواداران کدام جناح سیاسی می نشیند، یا انقراض پیروز چپ ها را به سوک می نشاند یا راست ها را. وی ادامه داده: اما می دانستم که قربانی تمام تندوهای جناحی ما مردم عادی هستیم و می دانستم که اعتراض لازمه تکامل است و تا مشکل را نشان ندهیم حل کردنش هم میسر نیست. این خواننده معترض در ادامه نوشت: شاید خاک را هم انحصاری کردن، شاید وطن برای مردم عادی نیست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به مراسم حکومتی با عنوان شهدای غواص در کیش که در آن روی دوش کودکان دختر دانش آموز تابوت قرار داده شده، این رویه نامبارک را محکوم کرد. تصویر منتشر شده در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران کودکانی را نشان می‌دهد که تابوت‌های نمادین را بر دوش می‌کشند. این تشکل صنفی تصویر منتشر شده از این کودکان را به عنوان استفاده ابزاری از آنها برای تحقق اهداف سیاسی، اجتماعی یا دیگر هدف‌ها توصیف کرده و آن را تعرض آشکار به حقوق و علایق کودکان دانسته است.
شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن استفاده ابزاری از کودکان از اولیای دانش آموزان و معلمان خواست با مخالفت‌هایشان مانع از تداوم این رویه نامبارک حاکمیت شوند. رمضان اشبان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. مجید ایرانمنش، مدیر پیشین فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری، در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراجش از کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی از دادگاه خواست که با خروج داوطلبانه او از این کشور موافقت کند. اولین جلسه رسیدگی به حکم اخراج مجید ایرانمنش امروز جمعه 22 دی ماه در دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا به شکل علنی برگزار شد. او در این جلسه برخلاف رویه‌های معمول چنین دادگاه‌هایی بدون وکیل مدافع حاضر شد و دلیل این مسئله را نداشتن امکانات و استطاعت مالی عنوان کرد. او در دادگاه خود را یک استاد دانشگاه معرفی کرد و گفت خرداد ماه سال 1402 با ویزایی به کانادا آمده که بر اساس فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ویکتوریا بوده است. به گفته ایرانمنش، افسران اداره مهاجرت از همان ابتدا مانع حضورش در دانشگاه شدند و او نتوانسته در پژوهش مورد نظر شرکت کند. این مقام پیشین جمهوری اسلامی از دولت کانادا به دلیل ممانعت از انجام تحقیق
تحقیقاتش انتقاد کرد. ایرامانش تاکید کرد که نمیخواهد حکم اخراج از کانادا برایش صادر شود و خواهان باز پس گرفتن گذرنامه ایرانی خود برای ترک داوطلبانه خاک این کشور شد. دادگاه به درخواست خروج اختیاری او از کانادا واکنش و توجهی نشان نداد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات شهرداری تهران میگوید که 50% از ساختمان‌های دولتی پایتخت تاییدیه این سازمان را ندارند. قدرت الله محمدی روز پنجشنبه در گفتگویی در شبکه تهران صدا و سیما گفت در این کلان شهر 75 ساختمان پرخطر از لحاظ حریق وجود دارد که هنوز ایمن سازی نشدند. محمدی گفت در این میان پاساژ ناهید، پاساژ فجر، شرکت جال در خیابان شریعتی، ساختمان هرمزان در سعادت آباد، مجتمع تجاری بوستان در پونک و برخی پاساژهای بازار بزرگ تهران از جمله گراند هتل ساختمان هایی هستند که بنا به دلایل مختلفی هنوز ایمن سازی نشدند. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب میگوید که ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی روستای قرقشلاق در آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کردند. این انجمن روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات با حضور در منازل این شهروندان آنها را در ارتباط با تجمع مسالمت‌آمیز زیست محیطی روز چهارشنبه بازداشت کردند. به گفته ساکنان این روستا، رئیس اداره اطلاعات شهرستان سلماس آنها را تهدید به خشونت جنسی علیه زنان بازداشت شده در صورت استمرار روستاییان در اعتراضات زیست محیطی خود کرده است. روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای حکومتی روز چهارشنبه با گاز اشک‌آور و باتوم به تجمع اعتراضی اهالی قرقشلاق حمله کردند. اعتراض ساکنان روستای قرقشلاق به تأسیس کارخانه کاوه سودا وابسته به سپاه پاسداران در زمینه تولید کربنات سدیم برای تولید شیشه است. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران امروز جمعه 22 دی ماه صدور حکم اعدام برای 4 شهروند کرد ایرانی به نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربر و محمد فرامرزی را محکوم کرد. پیلی در شبکه پیام‌رسان خود در ایکس نوشت رژیم ایران همچنان از وارد کردن اتهامات نادرست، گرفتن اعترافات اجباری و برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه برای ساکت کردن مخالفان سیاسی و معترضان مسالمت‌جو استفاده می‌کند. وی نوشت ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که تمامی زندانیان سیاسی را که به ناحق بازداشت شده‌اند آزاد کنند و از سرکوب مردم خود دست بردارند. ایالات متحده روز پنجشنبه از تحریم 3 نهاد روس و 1 فرد مرتبط با انتقال موشک‌های بالستیک کره شمالی به روسیه خبر داد. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، مجتمع تسلیحات و تحقیقات پیشرفته ولادیمیر دروبکا که در آزمایش موشک‌ها مشارکت دارد، میدان شلیک آشولوک که 1 محدوده آزمایش موشکی روسیه است و 1 شرکت دولتی به نام یونت استیت ایرلاین که در زمینه ارائه خدمات تجاری حمل و نقل هوایی با نیروی هوایی روسیه همکاری می کند به همراه مدیر کل یونت استیت ایرلاین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که واشنگتن از همه ابزارهای موجود برای شناسایی افراد و نهادهای دخیل در انتقال تسلیحات بین کره شمالی و روسیه استفاده و برای اقدامات بعدی برنامه ریزی خواهد کرد. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی مدیر عامل شرکت عالمی گروپ و من آرمان عالمی وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار
در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. نخست وزیر بریتانیا بعد از اعلام بسته جدید کمک نظامی کشورش به اوکراین به مبلغ 3.2 میلیارد دلار امروز جمعه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. سفر ریشی سوناک در شرایطی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از دیدار این هفته خود از کشورهای حوزه دریای بالتیک خواهان افزایش کمک نظامی همپیمانان شد تا کشورش بتواند از خود در برابر یورش 2 ساله روسیه دفاع مؤثرتری انجام بدهد. دولت بریتانیا امروز جمعه در بیانیه‌ای متحد شد که بخشی از بودجه جدید این کشور برای کمک به اوکراین جهت خریداری پهپاد از کشورهای مختلف و تحویل آن به اوکراین هزینه شود. کمک تعیین شده دولت لندن به اوکراین برای سال میلادی 2024 حدود 225 میلیون دلار بیش از یاری نظامیش به این همپیمان خود در سال قبل است. ریشی سوناک گفته است که حمایت بریتانیا از اوکراین تزلزل ناپذیر است و ما در تاریک ترین دوره مانند زمانهای بهتر آینده در کنار این متحد خود خواهیم ایستاد. اسرائیل در جلسه امروز دادگاه لاهه که در آن متهم به نسل کشی شده از خود دفاع کرد و گفت که آفریقای جنوبی حقیقت را در پرونده شکایتش به دیوان بین‌المللی دادگستری تحریف کرده است. تال بکر وکیل اسرائیلی به دیوان بین‌المللی دادگستری گفت که آفریقای جنوبی اطلاعاتی بر ضد واقعیات گسترده از درگیری اسرائیل و فلسطین ارائه کرده است. آفریقای جنوبی میگوید که اسرائیل در جنگ خود در غزه علیه فلسطینیان دست به نسل کشی زده است. این کشور آفریقایی همچنین از دادگاه لاهه خواسته که به اسرائیل دستور بدهد تا فعالیت نظامی خود در غزه را متوقف کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اولین صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین را برای جذب معامله‌گران خرد و نهادهای سرمایه‌گذار جدید به بازار تایید کرد. اتفاقی که می‌تواند تحولی جدید در دنیای رمز ارزها ایجاد کرده و گروه جدیدی از سرمایه‌گذاران را وارد دنیای خود کند. این صندوق‌ها بعد از ماه‌ها انتظار از روز پنجشنبه 21 دی ماه معاملات خود را آغاز کردند. یک
مطالعه جدید نشان می‌دهد که هورمون‌های جنسی زنان می‌تواند در مقایسه با مردان یکی از عوامل مقاومت آنها در برابر داروهای بیهوشی باشد. هنگامی که بیماران تحت بیهوشی کامل قرار می‌گیرند، معمولاً هیپوتالاموس مغز آنها که مسئول خواب و بیداری است تحت تأثیر قرار می‌گیرد، آنها را به صورت کنترل شده به حالت بیهوشی در می‌آورد. تحقیقات قبلی نشان داده است که مدار عصبی در این ناحیه از مغز بین زنان و مردان متفاوت است و توسط هورمون‌های جنسی تنظیم می‌شوند، اما تأثیر آن بر بیهوشی مورد مطالعه قرار نگرفته بود. اما اکنون محققان دانشگاه پنسیلوانیا مطالعاتی در این زمینه انجام دادند که نشان می‌دهد هورمون‌های جنسی می‌توانند روی مقاومت در برابر داروهای بیهوشی اثرگذار باشند. بینندگان عزیزمان، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. بدرود خوش براتون آرزو میکنم.